گزارش های کمیسیون اروپایی نشان میدهند که اقتصاد اروپا در فصل پاییز با رشد ویژه مواجه شده. به گفته پیر موسکوویسی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، آمارها نشان میدهند که دوران بحران اقتصادی اروپا رو به اتمام است و این قاره به سوی یک اقتصاد باثبات میرود. پیش بینی ها نشان از رشد اقتصادی 2% اروپا در سال آینده میلادی دارند، در حالی که بریتانیایی در حال خروج از اتحادیه اروپا با کاهش رشد روبرو خواهد بود. همچنین آمارها نشان میدهند که اقتصاد کشورهای عضو منطقه مالی یورو در سال 2019، سالی که قرار است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یکسره شود، با رشد 2% مواجه خواهند بود، در حالی که بریتانیا به رشد 1% بسنده خواهد کرد. اما بحرانی چون کاتالونیا میتواند روی اقتصاد کلان اروپا تاثیرگذار باشد. پیر موسکوویسی میگوید در ماهای اخیر بازارها باثبات بودند، البته باید با سلاح سیاست بیشتر بازارها را کنترل کرد و در واقع هنوز تاثیر بحران کاتالونیا روی اقتصاد کلان اروپا و منطقه مالی یورو تاثیری نداشته، حتی روی اقتصاد اسپانیا. پیر موسکوویسی در رابطه با افشاگری‌های جدید فرارهای مالیاتی و این گریزگاه‌ها میگوید اروپا با در برداشتن این گریزگاه‌ها در داخل خود باید سرافکنده باشد و میگوید واقعا شرم‌آور است که همچنان اروپا میزبان فرارهای مالیاتی در جهان است. همچنین در نظر داریم قوانین سفت و سختی علیه کشورهای جهان که حامی گریزهای مالیاتی هستند اتخاذ کنیم. او درباره تنبیه و مجازات علیه کشورهای اروپایی که مأمن فرارهای مالیاتی هستند چیزی نمیگوید و قول میدهد در آینده نزدیک نام این کشورها اعلام شود.